دوستان عزیز، با سلام به شما و با این امید که اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و اوقات بهتری در انتظار شما باشید. جمعه هست، ساعت 2 بعد از ظهر به وقت نیویورک، واشنگتن، شرق آمریکا. امروز خیلی خوشحالم که یکی از دوستان قدیمی ما از دوره هنرستان محمد رضا شاه و از دوره شهربانی تهران و اینها، بالاخره بعد از مدت‌ها که در ترکیه بودند، خودشون و خانواده‌شون به آمریکا تشریف آوردن، شهر مودستو در کالیفرنیا. و اون روز گفتم که شهر خوبی هست، فقط یه مشکل داره. گفت چیه؟ گفتم حالا از این به بعد ما هی مثل چچباز میاییم و مزاحمت میشیم. اونم گفت قدمتون بر روی چشم و نون و پنیر حاضر است. خب ماجرای این نون و پنیر و دوستان ایرانی هم که ناگفتنی است. اجازه بدید من از روی این صفحه فیسبوک خودم این رو شیر کنم با صفحه فیسبوک مردم تیوی. شما هم اگه دوست داشتید با دوستانتون شیر کنید. اسم این برنامه هم هست سربی با مردم. روز چهارشنبه همون جوری که صحبت کردیم با آقای مهدی زاده و قول داده بودیم، رفتیم برنامه ایشون رو که اسمش هست ضیافت خدا، گریس، همین گاد گریس، رفتیم اونجا. بذار ببینیم برای فیسبوکی ها این تصویر اینجوری کنیم خیلی بد میشه. نه اینجوری کنیم چی؟ اینجوری کنیم چی؟ اینا بعض وقتا رنگاش یک کمی میریزه به هم. ما که اینجا دست تنها هستیم دیگه، ببخشید. گفت آمریکایی ها میگن همینی که میبینی همینو میگیری، یا به قول خودمون ایرانی ها ظاهر و باطن همین که میبینی. داشتم تبریک میگفتم به دوستمون آقای علی از مودستو کالیفرنیا. امیدوارم که زندگی جدید و خوبی رو با خانواده خوبشون در آمریکا شروع کنه. دوستان اگر شما هم کسی هست که تازه وارد هست میتونید بهش کمک کنید، یه راهنمایی کوچیک، یک چیز خلاصه‌ای که مشکلی که برای شما پیش اومده برای اینها بگید که اون مشکل برای اینها پیش نیاد، خیلی خوبه. من برای این دوستم نوشتم اولین کاری که میکنی برو کلاس زبان انگلیسی. یادم میاد خودم سال 86 وقتی اومدم اینجا، روز سوم با داداشم رفتم وست ویرجینیا. ما توی نورت ویرجینیا هستیم، ویرجینیای شمالی، رفتیم توی ویرجینیای غربی و اونجا وایسادیم یکی دو روز، مشغول کار شدیم. بعد با اون دوستان گفتم که نه اینجوری من نمیشه و من باید برگردم. شما همتون مجرد هستید، من و داداشم تنها افرادی که متأهل هستیم. و من یک اشکال دیگه که داره اینه که تازه واردم و باید برم زبان انگلیسی یاد بگیرم. یکی از دوستان گفت آقا شما که زبانت خوبه، بعدم اینجا هستی با مردم یاد میگیری. بله درسته که با مردم بودن خیلی مهمه و شما هر چی تو کتاب و نمیدونم از دستگاه ضبط و صوت و اینها انگلیسی یاد بگیری، هیچ وقت مثل اونی که با خود مردم صحبت میکنی و اینها نمیشه. بذار من اینو بذارم اینجا ببینم وای میسه این چیزای تکون میخوره اعصاب ما رو خورد. بله ولی با همه اینها وقتی شما کلاس بری یادت بدن اون گرامر رو به اصطلاح صرف و نحو میگفتیم، در صورت رفتیم چیزی هم نشدیم. ببینیم که این دوستمون امیر نوشته ممنون آقای سربی، ممنون از شما دوست عزیز که با ما هستید و امیدوارم دیگران هم رو بهشون بگید که همچین تلویزیونی هست اینجا، جزو هیچ سازمان و گروه و دسته سیاسی نیست. خندم گرفته، به خدا باور کنید دوستان دلم برای این افراد مجاهد میسوزه. روی صفحهشون آمده نوشته که پخش اعلامیه‌های ارتش آزادی بخش در، نگاه کنید بذارید ببینم، آها کلیپ ارسالی از ورزنه اصفهان. حالا ورزنه اصفهان من نمیدونم کجاست، من موقعی که دانشجو بودم نجف آباد و اصفهان رفته بودم، یه چند تا دهاتش و فلان اینا رو بلد بودم ولی ورزنه اصفهان نمیدونم کجا. بعد یک کلیپی گذاشته
خب یه نفر حالا با موتورسیکلت رفت یه چیزی هم عکس شما رو زد با آقا ارتش آزادی بخشی که توی آپارتمان توی آلمانی داره زندگی میکنه، نه اسلحه‌ای نه پشمی نه حرفی. چرا میگن خانمهاشون اونجا همه پشم در آوردن و فلان. برید آقا، برید دنبال کارتون، برید مردم رو علاف کردید، خودتون رو به کشتن دادید، یه سری جوانای ایرانی رو هم کشتید، بستونه آقا، بستونه، زحمت کشید. و اما انتخابات ایران دوباره قولهای پوچ و فریب مردم، دوباره وعده‌های 100 روز اول و 4 سال اول تا ببینیم چی میشه. و اما سعی میکنم ساعت 3 با آقای مهدی تبریزی، من از وقتی باشون آشنا شدم به اسم مهدی زاده باشون آشنا شدم، هر جا میرم صداشون میکنم مهدی زاده. اتفاقا هر شبم رفتیم، برنامه بسیار خوب بود و چند تا هنرمند اومد بودن. یه هنرمندی هم آقای شیرازی هست به نام جمشید منش و ایشون هم فلوت میزن. دوست دیگه ای آمده بود، نی میزد، چقدر قشنگ. آقای سعید کاووسی بود، تنبک میزد، سیامک بود، اون به اصطلاح کیبورد میزد. خود آقای حامد بود، خانم سهیلا بود. خلاصه یه دوتا از دوستان دیگه بودن، شاعر و هنرمند و اینها. و جای شما خالی، به نظر من این برنامه ها رو برید ببینید، حتی اگر باهاشون مخالفید حداقل ببینید که چی هست. ولی زحمت کشیده بود آقای مهدی زاده، بهش خسته نباشید میگم. و خوراک بسیار خوبی هم آورده بود. البته آقای مهدی زاده، من اومده بودم منتظر بودم اون ماهی که خودتون میپزید، ولی این دفعه چلو کباب و چلو مرغ و چلو خورشک چه عرض کنم، چه بهش میگن قرمه سبزی، ها قرمه سبزی میگن. قیمه داریم از این ور، قیمه بادمجون داریم از اون ور، قرمه داریم، قرمه سبزی هم داشتن. خب ببینیم که بله، اگه ساعت 3 بشه یه مسابقه کوتاهی با ایشون داشته باشیم. ولی هنوز جواب نداده. من حتی منتظر پوستری بودم که برای نیویورک، سفر به نیویورک پس فردا یک شنبه صبح. میدونید که الان خیلی ها از کالیفرنیا و شهرهای دور و نزدیک از امروز در نیویورک جمع میشن، رستوران میرن، برنامه شعر و شاعری میذارن و فردا اونجا هستن دور هم خوش. و روز یک شنبه این پرید، نمیدونم ما به عنوان رژه بگیم، رژه نیست چون رژه میشه مارچ بکن، در صورت پرید چیزی از که الان چند سال ایرانی ها اینجا دارن. و اگر ندیدید حتما ببینید. اونایی هم که رفتن و دیدن دیگه خودشون میبینن که اگر یه بار دیدن شاید بازم ارزش داشته باشه برن ببینن و چیزای جدیدی هم هر دفعه بهش اضافه میشه. خب و اما بهتون گفتم که امروز جمعه 28 آوریل هست و برابر با 8 اردیبهشت ماه. 11 اردیبهشت میشه اول می اگه اشتباه نکنم، روز جهانی کارگر، که البته در آمریکا متاسفانه اینها همه چیز رو عوض کردن و هر کاری خودشون دلشون خواسته کردن. در صورت روز جهانی کارگر رو به شما کارگران جهان تبریک میگیم و از اونایی که دنبال این هستن که یک حکومت کارگری در کشور ایران یا یک حکومت کارگری در جهان روی کار بیاد، دعوت میکنیم که بیان در برنامه ما و به ما بگن چجوری امکان داره یک کسی که کارگر بوده حالا بره سکان کشتی این حکومت رو در دست بگیره و ما رو با این کشتی در این دریای مواج به ساحل آرامش و خوشبختی برسونه. و اما آقای حسن ارشاد، بازم بهش تبریک میگم، 128مین برنامه خودش رو ارسال کرده و شما هم ساعت 4 بعد از ظهر از تلویزیون مردم شاهدش خواهید بود. و این برنامه ها، برنامه خود من که تا دوشنبه هر روز، ولی برنامه این دوستانی که هفتگی برنامه دارن هر روز تا برنامه جدیدشون، یعنی همیشه شما وقتی بیاین تلویزیون مردم آخرین برنامه، آخرین غلطه، جدیدترین برنامه، چون اگه گفتیم آخرین یعنی دیگه نداره. یادم میاد این حسیبی گفت برای من ببینید آخرین برنامه حسیبی، گفتم چیه، میخوای بمیری یا میخوای دیگه برنامه نذاری؟ گفت خب چی بنویسم؟ گفتم ببینید جدیدترین، این که دیگه آخرینت نیست که. و گفت راست میگی، درست میگی. خب ببینیم که دوستان هم که آمدن اینجا ازشون تشکر کنم.
آقای درویشی، ما یه دوستی داشتیم درویش در شیراز و یه آقایی هم هست اینجا دارکار یا درویش، خانواده بزرگی هستن. درویش کشتیگیر بود، نمیدونم اون کرامت زرنگ هم وزن من و کرامت زرنگ و اینها بود. اون 48 کیلو بچه قصر و دشت هم بود، بچه دوراهی، دوراهی قصر و دشت، یه جایی بود بهش گفتن دوراهی قصر و دشت، یادش بخیر. خب بریم ببینیم برای شما چی گذاشتیم که با هم ببینیم و بخونیم و با سواد شویم. کلمه سواد یعنی چی؟ از سود میاد، من نمیدونم از چی میاد. و اما جبهه ملی ایران در نمایش انتخابات رژیم اسلامی شرکت نمی کنه. جالب اینه که هفته پیش وقتی که با آقای مهدی ذوالفقاری صحبت می کردیم، آقای مهدی ذوالفقاری خیلی قشنگ با منطق ثابت کرد که دیگه جبهه ملی وجود نداره. اتفاقا آقای کوروش زعیم برای من نوشته بود که با هم یک، من دعوت کرده بودم مدت ها قبل از ایشون و ایشون گفته بود که بیاین با هم یک مصاحبه داشته باشیم، فقط به من بگید درباره چی میخواین صحبت کنید و دوستان بذارید منم این به شما نشون بدم ببینیم که جبهه ملی چی میگه و من و شمایی یا شمایی که جزو من و شما درسته جزو جبهه ملی نیستیم نوشته اینها رو میخونیم چه کار باید انجام بدیم. البته این روزا از صبح تا عصر دیدیم که نوشته دیگران رو میخونیم و هیچ کدوم هم نگفته چه باید کرد. نوشته که جبهه ملی ایران در نمایش انتخابات رژیم اسلامی شرکت نمی کنه. هفتم اردیبهشت، این رو دیروز یا دیشب فرستادن چون امروز صبح به دست من رسید. جبهه ملی نوشته که هم میهنان گرامی، حکومت اسلامی بار دیگر در صدد اجرای نمایش انتخابات، بذارید من براتون فقط نوشته رو نشون بدم که قابل خوندنم باشه، امروز به حد اینجا گرم شده که ما پنکه روشن کردیم و پنکه باعث میشه یک چیزی اینجا هست این تکون میده و سر و صدا ایجاد میکنه. بله میبینید حالا شما، هم میهنان گرامی، حکومت اسلامی بار دیگر در صدد اجرای نمایش انتخابات در صحنه‌ای که پایش بر بیداد و ستم استوار است و با کارگردانی شورای متحجر نگهبان میباشد، در صدد اجرای نمایش انتخابات در صحنه‌ای که پایش بر بیداد و ستم استوار است و با کارگردانی شورای متحجر نگهبان میباشد. دوستان این جمله درسته، این همه فعل توش بود ولی مثل که فعل آخری یاد شده، اب نداره. جمهوری اسلامی با برگزاری این نمایش ایرانیان و جهانیان را فریب میدهد تا با کسب مشروعیت به عمر خود افزوده و ثروت ملت را چپاول کند. در دموکراسی ولایت فقیه تنها انتخاب بین بد و بدتر و بدترین است تا ایران به سرعت ویران و به سرزمین سوخته بدل گردد. برنده این نمایش می داند که اگر مطیع و برده رهبر نباشد، سرنوشت رفسنجانی، خاتمی و احمدی نژاد در انتظار اوست. اگر خوششانس باشد شاید بتواند مانند بنی صدر از جمهوری اسلامی فرار کند. تاریخ نشان داده است که هیچ کس در کسوت رئیس جمهور حکومت اسلامی قادر به صیانت از منافع ملی ایران و مدیریت ملی نبوده است و تفاوتی بین جناح‌های این رژیم در گسترش فساد و نقض حقوق بشر وجود ندارد. جبهه ملی ایران در آمریکا همچون سالیان گذشته در انتخابات ولایت فقیه که سالم و آزاد نیست شرکت نمی کند. آزادی کامل احزاب و گروه‌های سیاسی و مطبوعات از شروط برگزاری انتخابات آزاد، سالم و منصفانه است. هر گونه انتخاباتی در نظام ولایت و با نظارت استصوابی تنها یک نمایش جهانفریب است و بس. پیروز با مبارزات ملت شریف ایران در رسیدن به حاکمیت ملی، جبهه ملی آمریکا، تازه این آمریکاست، هفتم اردیبهشت 1396. حالا ببینیم که جبهه ملی ایران چی میگه. بعد جبهه ملی ایران میدونید چند مدت پیش هم یک نامه ای نوشته بود که این جبهه هایی که این ور اون ور دنیا به اصطلاح اعلامیه میدن هیچ
نمایندگی از جبهه ملی ایران در ایران ندارن. به زبان ساده، به زبان کلانتری، به زبان خودمونی میگه که مورچه چیه که کله پاچش چی باشه، خود جبهه ملی ایران داخل ایران چیه که حالا جبهه ملی در آمریکا به شما و من گفته رأی ندهم ندهیم. چشم، ما رأی ندادیم، شما فکر کن که چون شما گفتی ما رأی ندادیم. در صورت شما چی؟ شما شرکت میکنید، رأی میدید یا رأی نمیدید؟ اگر رأی میدید به افرادی که روی اون کارت نوشته شده و اسمشون هست رأی میدید، یا فقط میرید اونجا به اصطلاح اون کاغذ رو سفید یا زرد در میزنید، یا به همشون رأی میدید؟ بنویسید، بنویسید همین زیر فیسبوک یا روی ایمیل ما یا روی پیامگیرمون پیام بزنید. اون روز یه نفر تماس گرفت و گفت آقای سوربی، شما وقتی که میگید که جمهوری اسلامی چرا با افرادی مثل آقای دکتر روشنگ امیراحمدی یا آقای مهرداد خانساری پول بده، اونها بلدن به کی چجوری پول بدن، و ایشون ادعا میکرد که آقای مهرداد خانساری از آقای خاتمی مبلغی پول گرفته و ضمناً آقای مهرداد خانساری پدرش ساواکی بوده. گفتم بابا جون، حالا قرار نیست هر کی هم ساواکی بوده آدمی بدی باشه. خب یکی داریم مثل ثابتی که هم ساواک رو گند زد، هم خودش رو و هم حکومت شاه رو پایین ریخت، ولی افرادی هم بودن که واقعا کارهایی که میکردن در صلاح مملکت و مملکت داری بود، و هر کشوری احتیاج به سازمان امنیتی داره که ببینه یک دیوونهی کجا میخواد بمب منفجر کنه و اینها. چیزی که هست، اشکال ساواک این بود که دیوونه ها رو ول کرده و به حال خودشون افراد عادی رو میگرفت به خاطر یک کتاب خوندن. در اصل من از این دوستمو گفتم اگه میخوای شما بیا با اسکایپ مهمون ما باش، قرار شده فکر کنه در موردش و بیا. میدونید من یه فیلمی رو اون روز بهتون نشون دادم، فیلم قدیمی لندن، و حالا دوستمون از خلیج فارس همون فیلم رو فرستاده، نوشته لطفاً به صدا گوش کن، این فیلم نشان میدهد زنان در اروپا حجاب بر سر میکردند. بذارید ببینم صدای این چگونه وقت ما میفهمیم که داشته حجاب بر. در صورت دوست از حجاب، همین الان توی این کنیسای کلیمیا اگه بری، توی کلیسای مسیحی ها اگه بری، توی محفل یا معبد هندوا اگه بری، هندیا اگه بری، حتی مردا رو مجبور میکنن یه چیزی، چی بهش میگفتن، عرقچین میگفتن، چی میگفتن، یه کلاه کوچیکی بر سر کنن یا یه چیزی مثل لچک روی سرشون ببندن. کفشش که در میاری قشنگ، من رفتم اونجا فیلم برداری کردم از عروسی هندیا، کفشش که در میاری، بعد وقتی هم میخوای بری تو اون قسمت گذاشتن اونجا، اگه اونایی که دارن دارن، اگه اونایی که ندارن یه چیزی مثل این دستمالایی که بناها میبسن به سرشون که گچ که میزنن به دیوار رو سرشون رو موهاشون نریزه، یه چیزی مثل اون به سرتون میبندن. این فلسفه سر بستن نمیدونم از کجا اومده، ولی تو همه دینها هست. حالا ببینم دینهای اونایی که بودایی هستن چی دارن، اون رو هم بهت میگه. در اصل من نمیدونم، لطفا به صدا گوش کن دقیقه چندم کجا، این رو یه وقت دیگه که وقت دارم، چون این رو ایشون دو سا یعنی 6 دقیقه قبل از برنامه کانون آوا فرستادن و من وقت نداشتم. ولی این جالبه، نوشتن این در هنگام حج نیست، این دیشب بود، آخرین روز ماه رجب اول شعبان، خدا منتظر بود اینها دور خانهش که ترک کرده بگردند تا تمام گناه زیارت کنندگان را بخشوده و در بهشت تحویلشان بگیرد. ببینیم این فیلم رو با هم نگاه کنیم. نه این صدای نمیذاره ما به کار و زندگیمون برسیم. و بذارید من این فیلم رو به شما نشون بدم که این فیلم ها هم هر کدومش یه سایز و یه اندازه هست و ما نمیدونیم چی کار کنیم. بفرمایید. بله میبینید که همون دور کعبه، همه کعبه همون مکعب
کوچی چهارگوشی که بعدم جالبه که این بتخونه بوده ولی این زبلای عربستان سعودی با اون معامله‌ای که با محمد انجام میدن میگن نمیشه تو بیای اینجا کاسه کوزه ما رو به هم بریزی، درآمد ما رو، در مغازمون رو ببندی، ما هم هیچی نگیم، اگه میخوای ما میذاریم، تو هرچی میخوای بگی بگو، ولی این مشتری های ما هم باشن و قرارشون این میشه که این بوتا رو بریزن اون و خدا رو اونجا نگه دارن. و این دوستمون نوشته که خدا از اونجا رفته و نیست. دوستان اوضاع آمریکا اینقدر شیر تو شیر و بغرنج شده که اصلا اگه دربارش صحبت نکنیم خیلی بهتره. یعنی این آقای ترامپ، حالا آقای روحانی گفت من صد روز اول یک کارای میکنم، امروز ادعا میکنه توی صحبتاش که اون برجام نتیجه صد روز اولش بوده. این ترامپ 100 تا قول داد که توی 100 روز اول که هیچ، توی روز اول و 30 روز اول و اینها انجام میده. حالا ببینید آمریکایی‌ها میگن once crazy always crazy، یعنی یه نفر وقتی که یه بار دیوونه باشه همیشه دیوونه است. یعنی بعضی هم میگن once charlatan always charlatan، وقتی یه نفر یه بار شارلاتان باشه این دیگه همیشه شارلاتانه. این آدم اصلا دروغگوه، یعنی اگر دروغ نگه زندگیش نمیگذره، اموراتش نمیگذره. و الان میاد میگه اصلا یعنی 600 روز اول معنی نداره، در صورتی که خودش 100 بار هی میگفت 100 روز اول 100 روز اول. و شنبه یعنی فردا، امروز 99 روز گذشته از اینکه توی وایت هاوس آمده و بجز مشکلات دادگاه، بجز به اصطلاح پرونده های قضایی، هیچ کار دیگه انجام نداده. و این مشکلات و پرونده ها و اینها همش من و افرادی که تو آمریکا زندگی میکنن و مالیات میدیم، هر 100 دلاری که کار میکنیم اول 30 دلارش رو میگیرن، بعد 70 دلار میدن دستمون، تازه اون 70 دلار هم باز آخر سال باید یه پول دیگه شو بدیم به اینجا فیرفکس، یه پولش بدیم به ویرجینیا و اینها، یعنی هیچی. خلاصه از 100 دلار شما 10 دلار هم خونه نمیبری. اینا مخارجش روی دوش ماست و این آقا و دخترش هم دارن برای خودشون میچرخن، از چین پول میگیرن، از نمیدونم راشا پول میگیرن، از هر جایی، از عربستان سعودی پول میگیرن، از ترکیه پول میگیرن. این احمق تنها کسی بود که بعد از اون رفراندوم مسخره چیز اردوان آمد بهش تبریک گفت و بعد که معلوم شد چون این دوتا ساختمون داره توی ترکیه به نام توینز ترامپ یا ترامپس بیلدینگ، ترامپس تاور، ترامپ تاورز، وقتی اسمیاد یعنی بیشتر از یکیه، در صورت کارش خیلی خرابه. یه همین دوستمون برای من یه چیزی فرستاده، نوشته کیف کن با ترکا، یه ویدیویی هست براش نوشتم. من 22 ماه تو آلمان بودم و اونجایی که بودم نزدیک کارخونه اوپل بود و میتونم بگم که 80% اون جمعیت و اون شهر و اینا ترک بودن و منم چون اون موقع سیویل داشتم هر کجا رد می شدم اون آرقاداش رو می گفتن. و یه شبم نزدیک بود اینها، رفتیم نشستیم بازی کردیم تخت بازی و اون آبجو خوردن شروع شد، ولی به اون عرق راکیه چیه که می ریزن تو آب سفید میشه مثل شیر. نمیخوام بگم جاتون خالی، چون واقعا آدم فکر میکنه وقتی حالش بد میشه از مشروب، چون پویزن دیگه، سم زیادیش، بعد آدم مرگ و جلو چش خودش میبینه و به خودش قول میده که دیگه من از این غلطا نمیکنم، دوباره فردا از که میشه با یه دوست دیگه میره بیرون. اینها گفتم ما آقا بسمون از دست ترک. ایشون باز یه ویدیوی دیگه ای فرستاده که من رابطه ویدیو رو با این نوشته متوجه نیستم. ایشون نوشتن حسن عرفا، ما اینجا داریم دکتر حسین عرفا، میشه گفت واقعا یه دانشمنده و نویسنده است و توی نشریه و اینها چی می‌نویسه. من هم هر وقت ایشون رو دیدم توی مجالس سلامی کردم. میگه حسین عرفا در کتاب Under Five Shot، زیر نمیدونم چی باید بگیم، زیر سلطنت پنج شاه، می نویسد در تنها مسافرت رضا شاه به خارج که ترکیه بود، آقای حسن عرفا همراه شاه بوده. در آنکارا برای نشان دادن مدرن بودن ترکیه برنامه اپرا
اپرا برای شاه و همراهانش اجرا شد. چون رضا شاه زود میخوابید، چه بکنیم از دست این بذاریم ورش داریم چیزی میشه یا اینجوریش کنیم؟ یک لحظه، این یه پوشه هست اینجا جزو دکور ما هست، این صدا میده، بذاریم اینجوری درست میشه، شاید درست میشه، شاید که بله. میگه چون رضا شاه زود میخوابید، اپرا برنامهش ساعت 8 پایان یافت. نخست وزیر ترکیه همه میهمانان را برای شب نشینی به خانهش بود. در آنجا ارکستر موسیقی محلی سرگرمشان کرد. آقای عرفه توجه میدهد که نواختن و خرید فروش دستگاه های موسیقی محلی توسط آتاتورک ممنوع شده بود. نخست وزیرش خلاف قانون عمل میکرد. در این فیلم کودکان دختر و زنان آینده ایران حکم حرام بودن رقص توسط جمهوری اسلامی را به خوبی می اجرایند. دارن میرقصن اینا، من معمولا اینا رو نشون نمیدم، چون اگه 4 تا دختر دارن تو کلاس میرقصن آزادن، من شما اینه که نشون بدیم، بعد دولت میره مزاحمشون میشه، اینا رو هی محدود و محدودتر میکنن. یعنی ما شدیم مأمور جمهوری اسلامی، بدون حقوق رفتیم اینا رو تحویلشون دادیم. اگر اونا یه چیزی به اصطلاح چشم‌پوشی که نه ندیدن اینو، ما میبریم بهشون میگیم اینو دیدید آقا بیان بگیرینشون، میرن میگیرنشون. و اگه یادتون باشه چند سال پیش بود، از یک فیلمی رفته بودن، از توی فیلمه برای یک لحظه اون کنتور گاز یا کنتور برق رو نشون داده بود دوربین، از روی اون فهمیده بودن که تو چه خونه این فیلم ضبط شده و رفته بودن و اونها رو بازداشت کرده بودن و موجب آزار و اذیت. ولی از رقص این دخترها در ایران جالبتر اینه که آتاتورک که این همه پیشرفت بود، پیشرفته بوده، چرا موسیقی رو تو قرن بیستم و خرید فروش به اصطلاح وسایل موسیقی اینا رو ممنوع میکنه؟ دوم اینکه این احمقایی که قانون خودشون رو خودشون میشکنن، یعنی نخست وزیر آتاتورک میاد قانون اونو میشکنه، یا آقای احمدی نژاد میاد قانون خود مملکت ایران رو که چیز باشه، بگید این ماجرای توییتر، بذاری من اینو دیگه نمیتونم نگه دارم دوستان، هر جوری که میخوان ببین، توییتر رو که زمان خودش هم ممنوع بوده و اینها، الان میاد از طریق توییتر با انگلیسی اعلام میکنه هلو من احمدی نژاد هستم. خب هستی که هستی، بمون تا بمیری، به ما چه که هستی. اینا آدمایی هستن که میشه گفت از لحاظ، من روانشناس نیستم ولی فکر کنم از لحاظ روانی دو شخصیتی هستن، یه شخصیت دروغگو که میگه من تابع این قانونم چنین و چنان، بعد یه شخصیتی که میره قانون رو میشکنه و لابد منطقش هم اینه که قانون باید شکسته بشه تا آزادی بیاد. مصاحبه‌ای که کردم با آقای هوشنگ امیرعمدی، خیلی از دوستان گفتن که وقتی این آقا ثبت نام کرده یعنی به ولایت فقیه باور داره. من گفتم نه، شما طبق قانون آمریکا هم به تمام قوانینش باور نداری، میری ثبت نام میکنی که بری عوضشون کنی، که بری داخل. این فلسفه منه، این نظر منه. یه دوستی که به نظر میاد جوانه، ولی واقعا خیلی متاسفم که این جوانهای ما هم عصبانی هستن و هم خیلی بی‌تربیت و فکر میکنن طلبکارن. اولا یه مدت پیش بهتون گفتم یه عده هی مینوش که شماها ما رو بیچاره کردید. میگم آخه احمق، اگه تو فکر میکنی منی که مأمور حکومت نظامی بودم در زمان انقلاب تو رو بدبخت کردم، یعنی من قدرت داشتم، درسته؟ خب تو الان با این هم وسائل و با این همه جوون و چرا قدرت نداری؟ پس یه چیزی میلنگه، حالا یا تو مغزته یا این پایینتر، یا بدنت ارزه و قدرت و هر چیزی انرژی ما رو نداره، یا مغزت. 35 میلیون بوده مردم، حالا شما میگید رفتن شما رو بدبخت کردن، بعد خودتون صحبت که میکنید میگید کشورهای خارجی اومدن فلان کردن، یعنی گیج هستید، نمیگید که منطقتون چیه. شما به من بگو دو دوتا میشه 4 تا، ما از اونجا میگیریم میریم. ولی اگه گفتی دو دوتا میشه 8 تا، میگم باش این دوتا دو دلاری رو بگیر 8 دلار رو من بده و ببین چقدر ضرر میکنه. در هر صورت
شیخ زاید ابن نهبان مؤسس امارات عربی در یک مهمانی نهاد. اولا مؤسس امارات عربی که میگیم یعنی چند سال پیش، و این ویدیو رو که نشون میدن، این ویدیو به اصطلاح مهمونی عرب ها رو نشون میده که چجوری یه سفره انداختن و توی این سفره هم راه میرن. خود ما یادمونه سفرهایی که مینداختن مال این حتی عروسی ها بود یا مال مجالس دیگه، طرف وقتی نشسته بودن اون از اون اول میمد از توی سفره راه میرم، آب میبرد میذاش اونجا، بشقاب میبرد میذاش اونجا و اینها، و دیگه چیزای خیلی معمولی رو که ما دیدیم و جزء زندگیمون بوده و هست، خیلی اینا رو به عنوان عقب افتادگی اونها یا عقب افتادگی خودمون چیز نکنی. به قول معروف آخون نقطه‌ای نباشیم، یا ملا نقطه‌ای میگن چیه، نباشیم. اینو ببینید دوستان، یه بره یه حیوانی شتری رو پختن این وسط، اونی هم که احتمالاً یا آشپزه یا خدمتکاره یا صاحب مجلسه، میره میکنه یه تیکش رو میذاره جلو اون بزرگتره، اون بزرگتره هم اینجوری با دست تقسیم میکنه بین این و اون. آقا خانم، تو همین آمریکا من دو بار رفتم این رستوران، سه بار رفتم این رستوران گرون قیمت کازابلانکا که مال مراکشی ها هست، و چقدرم هم خوراکشون بده هم سرویسشون افتضاحه. یک سینی بزرگی میاره میذاره و همه باید با دست بخورن. آقا قرن 21 تو آمریکا، بنده توی آلمان بودم، مهمون دوستانی بودم که از اتیوپی آمده بودن، فکر کنم اتیوپی هست که اونا ادعا دارن جیزز اونجا هست. ببینید اینجوری، این همون میگفتن آفتاب لگن اینه، حالا دیگه آفتابه شده یک کتری بزرگ، آفتابه میارن و لگن و طرف دستش و دهنش میشوره و با اینم خوش میکنه و میره اینجوری میخوره. حالا اینو شما میتونی بگی فرهنگ اینا اینجوریه، ولی خود ما تا چند سال پیش توی ایران اینجوری بوده. هنوزم قولت میدم یه جایی هستن که قاشق چنگال ندارن. ممنونم ملا نقطه‌ای، مرسی. این بابوی عزیز آمده میگه که ملا نقطه‌ای، مرسی. خب فرهنگ آنهاست، ولی غذاهای مراکش خیلی خوشمزه است. دوستان عزیز، دکتر خانم بهیه جیلانی از پاریس می نویسن شاید توی پاریس، خانم جیلانی چون اونجا بیشتر مراکشی ها هستن، ولی باور کنید اینی که اینجا هست خوراکش هم بده. یعنی من چون تو شیراز بودم، این دوستانی که شیرازی بودن رفته بودن بعدن کشورهای عربی و بر می گشتن، اینها خوراک خوردن اونا هم اینجوری بود، یه سینی بزرگی می زاشتن و برنج و مرغ و زیتون و اینها می ریختن روش و همین رستش همین بود، دستت شسته باشی شما از کنارش بخوری. ولی واقعا میگم سه بار من رفتم و همون اینجوری هم چای رو میریزه از اون بالا که میگفتم مثلا فلان چی کف میکنه و اینها، خوراکشون هم خوشمزه نبود، خیلی هم کم میدادن. در هر صورت شاید من چون کم دادن به نظرم اومده خوشمزه نبود. ببینم این دوستمون چی میگه. میگه آی سوربی بی خودی از آقای امیر احمدی دفاع نکنی، هر کسی کراوات بزند یا دکترا داشته باشد دلیل بر این نیست که از سلامت عقل برخوردار بوده و عقب افتاده نباشد. ایشون هم اسمش میگه که آها اون خوراک چیزو بهش میگن کوسکوس، یه چیزی فکر کنم با نخود یا با آرد نخود درست میکنن، اونو شما میگید. در هر صورت خوراک حسن آمریکا اینه، الان که دیگه دنیا اینجوری شده، خوراکای کشورهای دیگر رو قبول کردن، خیلی وارد شدن و هر گوشه ایش که میری خوراکی یک کشور یا یک شهری هست. و اتفاقا دیشب یه برنامه میدیدم که میگفت که به نام وایس، اینم آقای بیلمار و فرید زکری تهیه کننده‌اش هستن، میگفت که توی کویت، دوستان توی کویت 40% از مردمش اضافه وزن دارن، اضافه وزن خطرناک. میدونید اضافه وزن زیاد باعث میشه مرض قند و اینا بگیرن، میگه اینا دیابتیک هستن، مرض قند دارن. و دلیلش میگفت اینه که از سال 1978
فست فود، همین مکدونالد و هاردیز و نمیدونم چیزای دیگه، KFC و اینا رفته اونجا و میگه به دو دلیل، یکی این که اینا راحت طلبن و نمیخوان آشپزی کنن، یکی این که ارزونه میاد اینجا و خوراک اونجا ارزونتره چون مالیات و حقوق کارگر و اینها هم کمه. در صورت ممنونم از شما دوستان که با ما هستید، ممنونم از دوستانی که با فرستادن این ویدیوها، با فرستادن نامه ها برنامه ما رو پربارتر و قوام و دوام بهش میبخشن. میگه آتش سوزی گسترده در پاساژ مهستان میدان انقلاب و بیچاره اونایی که اونجا بیزینس دارن و این منبع درآمد خانوادهشون هست و اینها، و بیچاره تر دولتی که این به اصطلاح، آخه یه چیزی هم هست خدایش، ببینید اگر مثلا پدر من یه فروشگاهی داشت توی این ساختمون پلاسکو و این آخوندا می اومدن می گفتن آقا طبق قانون شهرداری شما باید وسیله آتش نشانی داشته باشی، اقلا یه کپسول آتش نشانی بخر بذار اونجا، خود من شما فوشش رو میدادیم میگفتیم پدر سگا نمیذارن بابامون پول در بیاره. چرا حالا بهشون فوش میدیم؟ برای که آخوند، شیخ، شاه اینها به خاطر دیکتاتور بودنشون توی همه کاری دخالت میکردن و الا اینجا شما وقتی میخوای یه فروشگاه بزنی، یه رستوران بزنی، هلت دیپارتمنت یعنی اداره بهداشت میاد بهت میگه این میزت باید اینجا باشه، این دستشویت باید اینجا باشه، آب گرم کنت باید در حرارتش اینقدر باشه، بعد اداره فایر دیپارتمان میاد، آتش نشانی منطقه میاد میگه شما چون دور هستی به اونجا شما باید مثلا تعداد بیشتری کپسول آتش نشانی داشته باشی، چون جای بزرگی هست باید از این اسپرینکلر داشته باشی که آتش که میگیره گرما که میرسه به اونجا این شیشه میشکنه خودش لوله آب باز میشه، هیچکم به هیچ که فوش نمیده چون قانونه، قانونم اجرا میکنه. ولی مملکتی که رئیس جمهورش قانون رو اجرا نمیکنه، آقای رضایی احمق قانون رو اجرا نمیکنه، خبرنگاره ازش میپرسه مردک شما که توییتر غیر قانونیه چرا توییتر استفاده میکنی؟ میگی میخوام با جوانها در تماس باشم. خب یکی بهش بگه احمق خودتون اون جوانه رو میرید میگیرید که رو توییتر هست. اینجاست که حکومت دیکتاتوری ذاتش رو نمیتونه قایم کنه. ببخشید اینو میگم، مثل یه چیزی که بوی گند بده شما اینو ورداری هی بیپیچی هی اسپری بزنی هی گل بریزی روش، اون بوی گند اون زیر آخرش میاد بالا و بوی گنده معمولا قوی تر از بوی خوب هست. اینم از این ماجرا. و اما این دوستون اجازه بدید من روی این صفحه بزرگتر بخونم ببینم شما چی نوشتید. دوست عزیز ببین، من دیروزم فکر کنم زیر یک نوشته بود که خانم بهیه جیلانی هم اونجا بود نوشتم، خانم جیلانی نوشتن گندم، آرد گندم دم کرده با یک سوسی مثل آبگوشت، اسمش هم که قبلا گفتن کوسکوس و نقطه ای، شما نوشتین نقاطی، بله بذارید ببینم شما کجا نوشتی، فکر کنم زیر مردم تیوی اینو نوشتی، من بیام اونجا بخونم و جواب بدم. نمیدونم، خیلی جالبه، من تو این صفحه دیدم، حالا یا شما پاکش کردی یا اینم از همین مشکلات فیسبوکی که بعضی های من میگن آقا ما نوشتیم شیر شما پاکش کردی شما دیکتاتوری، میگن والا بلا من پاک نکردم، این سیستم فیسبوک اینجوریه، دو تا رو نشون میده سومی میره گم میشه، اون سومی رو نشون میده پنجمی میره، بعضی وقتا میگه از بالا به پایین بنویسم میگیم بنویس، میگه از پایین به بالا بنویسم میگیم بنویس. اون شاگردی بود که توی چیز میگفتن اینایی که سفیدگری میکردن، یه شاگردی میگرفتن که این تونه یا اون نمیدونم شما بهش چی میگی، یه باد میزد به این کوره چیز که اینم با پنبه و با قل و اینا سفیدگری کنه، بعد هی مثلا میگو اینجا بشینم اونجا بشینم فلان، میگو بابا تو بدم دمیدن یعنی همون با اون دستگاه فوت میکرد باد میزد، میگفت تو بدم بمیرو بدم. حالا اینم ماجرای ماست. اصلا ممنونم بازم از شما دوستان و من نمیبینم الان شما یه جایی نوشته بودید تا من آمدم گفتم آقا جون، آها اینجا الان اومد، بله حجب، آقای حجب نوشته که آقای سربی بی خودی دوست عزیز، یعنی شما
اگه من مثلا بگم آقای امیر احمدی خوبه، حرف منو قبول میکنی میری دنبالش، پس من کاری نیستم برای شما، من نظر خودم رو دارم میگم. من میگم اگه من اومدم تو آمریکا، خود من میخواستم یه مدتی اینجا فعالیت کنم و بگم no property tax. no property tax یعنی چی؟ یعنی این که آقا شمایی که یه خونه داری رو این خونه دیگه مالیات ندی، ولی برای این خونه میری یه در میخری اون دره رو مالیات بده، رنگ میخری رو رنگ مالیات بده، نمیدونم آب برق فلان اینا رو هم داری. مثلا میخواستم برم اینجوری کنم، آیا من از قانون آمریکا سرپیچی کردم؟ نه، ولی اومدم با قانون خودشون داخل تلاش میکنم قانونشون رو عوض کنم. حالا این قانونه اسمش ولایت فقیه باشه باش، اسمش شاه و سلطنت باشه باش، اسمش مشروطه باشه باش، اسمش حکومت پارلمانی باشه باش. آقا شما میگی شما نشستی آقای امیر احمدی بره تفنگ بگیره دستش بره کشته بشه، آقا این بنده خدا شما وقتی میبینیش یه آدم کوچولوی نقلی، ولی خیلی بلاست، میگن فلفل نبین چه ریزه بشکن ببین چه تیزه. شما عزیز من این ایشونو قبول نداری؟ من رو قبول نداری؟ آقا این راه جاده دراز، برو هر کاری میخوای انجام بده، از تلویزیون مردم هم استفاده کن به عنوان تبلیغ. الان آقای شمیرانی نهضت رفتابیخ، ببخشید رستاخیز شماره دو، چون شماره یکش آبروریزی بود دیگه توسط شاه بود، رستاخیز را انداخته، یکشون میگن 12 اردیبهشت، یکشون میگن 26 اردیبهشت، برید به اونا بپیوندید. چرا وقتتون رو تلف میکنید سر این چیزایی که نمیدونم چرا رفته رأی داده؟ آقا آزاد دلش خواسته رفته ثبت نام کرده. شما که خودت داری فوش میدی به آخوند، خودت داری فوش میدی به شاه، خودت داری فوش میدی به ترامپ، خودت داری فوش میدی به دیکتاتور و میگی چرا آزادی منو گرفته، شمایی که هیچ قدرتی نداری میخوای آزادی دیگران رو بگیری. خب این درست نیست. شما آزادی اونی که میخوای بگیری هیچی، آزادی من رو هم که میخوام درباره اش صحبت کنم میخوای بگیری. بابا صدر احمد با آخوندا اقلا میذارن حرف اونو بزنی بعدن میگیرن. خب Thanks for your message. It seems that the most knowledgeable guy has contacted you. He seems to have all the answers. You are wise enough to weigh matter up to yourself. Let me know if you believe any of what you have heard. بله. نه من گفتم آقای مهرداد خانساری. من قبلن هم گفتم آقایون تندروی مثل آقای رضا فاضلی که یه آدم کم سوادی بود، حالا شانس آورده بود به چه جوری اومده بود تو تلویزیون وارد شده، تو تلویزیون ایران هم نه تو فیلم ها وارد شده بود، تو فیلم های ایران هم میدونیم خلاصه، حالا چهار تاش هم با سواد بود و چیز بود، چهار تاش هم از روی لاتی و نمیدونم چاقو کشی و اینها رفته بود تو اون مارکت. و این آقا مثلا میاد میگه آقا هر کسی با دولت جمهوری اسلامی بوده با بگیریم اعدامش کنیم و آویزونش کنیم به درختای خیابون پهلوی. میگم آخه احمد شما اینقدر، من شیرازی وقتی میمدم همه برنامه این بود که حالا هر جای تهرونم کار دارم دانشجو هم میخوام برم کتاب بخرم فلان اینا، بعد خودم رو به خیابون پهلوی برسونم این جوی آبش رو نمیدونم درختاش و اون چلو کبابی نایب و بعدم برم از اون نمیدونم میدان چی بوده قبلا که بعد شده بود فلکاخ که یه طرفه میشد اینجوری و تیکت بگیریم از دست پلیس که اینا، وقتی میخوای مرده آویزون کنی به این یه چیز زیبام داشته تو میخوای خرابش کنی، اینا اشکال هست. و من راجع به این برنامه گفتم شما حتی اگه پدرت ساواکی باشه به من چه مربوط؟ آقا ساواک که از خارج نیاورده بودن، درسته ممکنه رفتن آموزش گرفتن اومدن، بعدم گیرم پدر تو بود هرچی، به ما چه؟ پدر که پسر که به جای پدر نمیکشن، برادر شما اگه جور میکردی این آقا اگه راست میگه بیاد. اینا معمولا کسایی هستن که همینجوری یه چیزی میگن دور میزنن، از این تلویزیون به اون تلویزیون دور میزنن و میگن. و بهترین راه، من باور کنید اصلا اینقدر خوشحالم که این اسکایپ اختراع شده که دیگه کسی نمیتونه بگه نه من که دستگاه ندارم، شما یه کامپیوتر که داشته باشی میتونی بشین جلوش، اون وقت مردم هم صورتتو میبینن هم صداتو میشنون و این بهترین جوری هست که ما میتونیم حرف یه کسی رو قبول کنیم. به چه دلیل؟ اون وقت آقای مرداد خانساری هم نمیتونه بگه سوربی
اینجوری گفت و دلیل نداشت، میگم آقا اینها این آدمه اینجاست و این داره میگه، برید دنبالش. اگر نمیدونم چی بهش میگن دیفیم، ولی یه جرمی هست توی آمریکا که یعنی به اصطلاح اعتبار من رو از بین بردی و من رو توی اونجوری، برید دنبالش، اینجوری راحت‌تر میشیم. یا اگر کسی نمیخواد حرف بزنه حرف نزنه، تا مرد سخن نگفته باشد ای به هنرش نهفته باشد. باید این عوض کنیم بگیم تا فرد سخن نگفته باشد. تا کی ما میخوایم توی ضرب المثل همون مردا مردا مردا، بعد از اون ور زنها رو فقط بذاریم برای توی دعوا به همدیگه، وقتی دعوا اون میشه فوش خار مادر. خار مادر کیه؟ هر دوش زن و بانوان ایرانی هستن. فوش پدر نمیدادیم نه؟ چرا میگفتن پدر سوخته؟ فوش برادر نمیدادیم؟ برادر این وسط، برادر این وسط جان سالم به در برده بود. در اصل ممنون و متشکرم. اجازه بدیم ببینیم این دوستمون چی میگه. آرد سامولیا، آها خب یه دفعه درست کنید. یکی از دوستانی که بلده این خوراک مراکشی کوسکوس رو یه دفعه درست کنه، ویدیوشو بفرسته با زبان فارسی، ما بزنیم برای ایرانیا که افرادی مثل آقای محمد رزاقی و دیگران که بلدن آشپزی و دوست دارن انجام بدن. ببینیم توی این قسمت چیزی هست. بله بذارید ببینیم که بله، همین نامه‌ای که برای من آمده بود برای آقای آریان پور هم رفته و آقای آریان پور هم معمولا نظراتشون رو می‌نویسن و من خیلی از ایشون یاد گرفتم. ممنونم آقای آریان پور، ما را از اون آدم وحشی سال 2001 سال 2002 یک کمی اهلی کردید. امیدوارم باز دوستان دیگه بیشتر ما رو اهلی کنن. البته دو رقم ما یاد میگیریم، یکی از اونایی که بهتر از ما هستن یاد میگیریم مثل اون باشیم، یکی از اونایی که بدتر از ما هستن سعی میکنیم مثل اونها نباشیم. هنر از که آموختی؟ از ادب. از که آموختی؟ از بی ادبان. هر کاری اون میکنه بده تو نکن خوب میشه، هر کاری این میکنه خوبه انجام بده خوب میشه. آقای آریان پور نوشتن هموطنان جبهه ملی، با عرض سلام و ادب، آیا 38 سال تصمیم گیری های سازمان جبهه ملی و صدور دستورات مربوط به رأی دادن و یا ندیدن نتیجه مثبتی در بر داشته است؟ جز آن که افراد مورد نظر رژیم در آن سالها یکی پس از دیگری از این صندوقها بیرون آمدند. بیایید این بار اجازه دهید شهروندان به تنهایی به اشتباهات پی در پی خود ادامه دهند، چون نتیجه یکسان خواهد بود و از کوزه همان برون تراود که در اوست. ارادتمند شما هوشنگ آریان پور. بله فقط اسم ایشون هست امیر هوشنگ آریان پور. اگه میخواین توی چیز نگاه کنید، بله توی گوگل و وبلاگی هم دارن یا بلاگی هم دارن، خیلی هم فعال هستن و من سالها پیش به ایشون گفتم که خیلی خوشحالم که با یه ایرانی آشنا شدم که توی این سن و سال اینجوری از کامپیوتر و از وبسایت و از دستگاه‌های جدید های تک داره استفاده میکنه. بله خب ببینیم که بله، آتش سوزی گسترده در پاساژ مهستان میدان انقلاب. حالا ما چه کار میکنیم؟ ما وای میسیم هر جا آتش سوزی شد از فردا میایم میگیم که اینجا اینو نداشته، اونجا اونو نداشته. گاهی وقتی هم میگیم که آقا اینو اون آتیش زد، نه که خامنه ای داره میمیره، اینو آتیش زدن که فلان بشه. بعدم پس فردا هیچ کدوممون دیگه نه یه پنی میریم به اینا کمک کنیم، هیچ، فراموش میشه و میره. ولی از امروز که این اتفاق افتاد، از امروز که این خبر رو من میخونم، هممون میشیم متخصص ساختمان، هممون میشیم متخصص آتش سوزی، هممون میشیم متخصص دسیسه های دولت بر علیه مردم. ولی پس فردا هممون فراموش. سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر، بذارید اینم اکثر بهتون نشون بدم، شما هم وقتی من چیزی رو اینجا نشون میدم میتونید همون رو تیترش رو روی گوگل بنویسید و پیدا میشه. چه سیستم جالبی پیدا کرده، درست کرده این گوگل که من و شما این ور دنیا اون ور دنیا یه چیزی می‌نویسیم،
این تا بزنیش به گوگل برات میاد. مثلا شما میبینید همین تیتر اینجا رو اینجوری هایلایت کنید، کپی کنید، بعد توی یا آدرس باکس یا توی سرچ باکس بزنید پیدا میشه. سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران از وقوع حریق در تقاطع خیابان کارگر و لبافی نجات خبر داد. سید جلال ملکی در گفتگو با ایسنا در این باره گفت دقایقی پیش وقوع حریق در یکی از ساختمان‌های واقع در خیابان کارگر جنوبی تقاطع خیابان لبافی نجات به سامانه 135 اطلاع داده شد که به دنبال آن ستاد فرماندهی آتش نشانان را به محل حادثه اعزام کرد. وی با بیان اینکه در حال حاضر عملیات اطفای حریق در این ساختمان ادامه دارد گفت آتش نشانان در حال اطفای حریق هستند و جزئیات بیشتر از این حادثه اعلام خواهد شد. امیدواریم که ضرر و زیان آنچنان نداشته باشه. از همین مهمتر امیدواریم که ضرر جانی به کسی نرسه. همین هفته پیش توی این بالتیمور یک ساختمونی رو که میگفتن عمدن آتش زده شده در حال ساختمان 5 طبقه سوزوندن، گفت حدود 5 میلیون دلار ضرر رسیده. البته در حال ساختمان بوده. میدونید بعضی وقتا ساختمان در حال ساختمان تو ایران معمولا اینجوری بود دیگه، شب طرف اونجا میخوابید و اینها آتیشی را مینداخت اینا، ولی حسن ساختمان‌های ایران این بود که چون با آهن و با یه دوستی هم اون روز برای اون نشته بود سندر بلاک، با اونا که من میپرسیدم با این بلوکای سیمانی و با آجر و اینها بود، خطر آتش سوزی خیلی کم بود و تعداد آتش سوزی های خونه و ساختمون اینها کم بود. ولی توی آمریکا دوستان روزی نیست که یک خونه آتش نگیره و خونه های ما اینجا همش چوبیه و من بارها گفتم که مثلا زندانیا اگر خودشونم بخوان آتش را بندازن نمیتونن، دوشکشون نمیسوزه، چیزایی که بهشون میدن نمیسوزه، ولی من و شما این وسایل رو میخریم از هوم دیپو همش میسوزه. و من بودم توی عروسی ها که مثلا خانمه اومده شمع روشن کنه، حواسش نبوده این مو یا لباسش رفته رو شمع اینوری، نمیدونید دوستان با چه سرعتی مو یا پلاستیک آتش میگیره. خیلی مواظب باشید، مخصوصا بچه ها. همین هفته پیش تولد یا یک سال چی میگن اولین سال تولد نوه ما بود و دختر من برایش برای نوه‌مون شمع روشن کرده بود، من همش میگفتم مواظب باش که این حالا این شمع رو میبینه دستش رو نیاره بگیره و ببینید چه بد میشه که اگر دستش رو بیاره این شمع رو بگیره دیگه هیچ. در اصل خیلی مواظب باشید اگه بچه کوچیک دارید، همیشه فکر کنید که اون چیزی که شما فکر میکنید نمیتونه اون میتونه و تا حالا هم انجام دادن. میگم طرف اسلحه‌ش رو پلیس میاد لاک میکنه میذاره یه جایی که دست بچه نرسه، بچه میره اونجایی که دستش نمیرسیده اسلحه رو ور میداره قفلش هم آزاد میکنه. والا من اون روزم بهتون گفتم این ادویه یه دونه داخلش بود. بعد این دختر نوه ما دیگه چون دید صدا میده، من گفتم بیا، دادم اشاره کرد، دادم دستش، بعد گفتم ببینم باز نمیشه، دو سه بار اینجوریش کردم دیدم باز نمیشه. این کلک اینو باز کرده بود، خود من که میخوام باز کنم فشار دستم درد میگیره، من اصلا نمیدونم این دو تا لاک اینو قفل اینو چجوری باز کرده بود. خانم یه در سراسیمه اومد گفت میدونی اینو باز کرده انداخته زمین؟ گفتم ای داد بیداد، اصلا دیگه از این اسباب بازیایی که ما فکر میکنیم اسباب بازی دست بچه‌ها ندیم بابا، این قرص سرشن بسن. ولی ببخشید خاک بر سر اون شرکتی که فکر کرده این بهش میگن کیت پروف یا نمیدونم، در صورت خیلی ساده اینجوریش میکنی یعنی حداقل اون باز کرده. این هم از این. خب ببینیم که بله امیدواریم ضرر جانی و به اصطلاح زخمی و اینها نداشته باشه و جای سوخته معمولا میگن سبز میشه آباد میشه. خب ببینیم این دوستمون چی نوشته. نوشته که تهران is the new Holland. ما ایرانی ها میدونی که چیزی رو بدون اغراق ول نمی کنی. من یادم یه دوستی میگو که آقا یه دعوای شده بود
این یکی به اون یکی 2000 تا ضربه چاقو زد. من هر چی فکر میکنم 2000 تا ضربه چاقو رو شما چجوری توی بدن میتونی بزنی، اینا اصلا جان جا پیدا نمیشه. در اصل حالا نمیخوام بگیم 4 تا گل لاله، یعنی قشنگ گلکاری کردن. همین دوره آقای احمدی نژاد یا قالیباف بوده یا یکی دیگه بود، میگفتن اصفهان رو هم آباد کرده، قشنگ کرده. خب دستشون درد نکنه، اصلا وظیفه‌شون اینه که این کارا رو انجام بدن. ولی ما هم خیلی اغراق میکنیم، این اغراق و تعارف پدرمون رو درآورده و نمیدونم حاضرم نیستیم ولش کنیم. همین نوشته بودم تا آقا هی به هم دیگه نگید قربانت. آقای جاوید شاهفر لطف کرده از استرالیا نوشته نگید قربان تو، بگید دوستدار تو. راست هم میگه، خب دوست هستین دوستدار تو، آقا قربان تو یعنی چی؟ من دیدم خیلی از آقایون به خانمان میگن یعنی چی قربانت برم؟ آخه این که نشد که بابا شوهرش میگیره دهنتو. تهران is the new Holland، میگه تهران هلند جدیده. این به اصطلاح میدون شهیاد که خیلی هم بحث و گفتگو در بارش هست، خیلی ها باور دارن که این رو هم دوستان بهایی کلک زدن به شاه و به اصطلاح این ساختمون رو سمبل بهایی ساختن، از اون 9 تا پنجرهش، از اون 19 تا فلانش و اینها بماند. و اگه اشتباه نکنم آقای حسین امانت بوده مهندس این. در هر صورت اطرافش گلهای لاله است، ایام بهاره و میبینید چه با لاله‌های قشنگی. ولی قربونت برم، من هلند رفتم، هلند کجا این تهران کجا؟ امیدواریم بشه هلند دوم بود، همم با دو چرخه برن رودخونه های خیلی قشنگ، خانما و آقایون مؤدب. ولی دوستان یادتون باشه هلند هم یه خیابونی داره به به نام خیابون قرمز یا رد استریت، رد لایت، یه چیزی اینجوری. بله خب گل بکارن گل در میاد، اسلحه بخرن اسلحه دست مردم میفته. پس بیشتر گل بکاری، چقدر هم قشنگ اینجا نور اینا رو گذاشتن هم رنگ اون به دیوار میزنه. خب مردمی هم که گل ببینن آرومتر با صفاتر به همدیگه مهربونتر هستن. آقای مسعود سهیلی عزیز، من ممنونم از شما که این عکس رو فرستادی. الان دیدم تو ایران خیلی از این پیر مردا و پیر زنا مثل این آقایی که رفته نشسته اینجا قشنگ شلوارگرم میپوشن، کفشم میپوشن و میرن توی جاهای مختلف توی پارک های اینها ورزش میکنن. خب بله این آقایی که نشسته اون بالا، این صندلی چرخدارش هم اینجاست، پیرنش هم اینجاست، این قسمت بالاش. ولی دمش گرم که با همین اوضاع و احوال بازم اومده پارک و ننشسته تو خونه بشینه تلویزیون نگاه کنه، یا به اینوری فوش بده یا به اونوری فوش بده. اینم از این. ممنونم بازم از آقای مسعود سهیلی عزیز که این عکس ها رو برای من فرستاده. خب ببخشید این سرفه های من، دکتر بهم گفته تا 2 ماه ممکنه دووم بیاره و امیدواریم بگذره و بره. پاک کردن خارج از مساحت بازار توسط شهرداری جده. من فکر کردم دیدید مثلا وقتا میگفتن با گلاب و اینها میان نمیدونم اطراف حرم رو تمیز میکنن و اینها، من فکر کردم یه چیز اینجوریه، ولی نگاهش که کردم دیدم مثل برنامه شهرداری شیراز و تهران هست که راه میفته میاد این دستفروشای بیچاره رو که هیچ راهی پیدا نکردن فقط یه دکهی بزنن و اینها، اینا رو برداشتن به اصطلاح با یه بکنه به اینا میگن بابکت، با یه بابکت افتادن به جون این بیچاره ها و هستی و نیستیشون رو، نیستی که نه، هستیشون رو دارن اینجوری از بین میبرن. ببینید با هم این وسایلی که گذاشتی کنار خیابون بفروشه، ببینید این بابکت شهرداری چجوری میاد تو داغون میکنه. بخیر بخیر
اینم توی جده عربستان، حالا ما فکر کنیم اونجا همه پولدارن و صبح تا صبح پول میارن در خونه بهشون میدن، نه آقا نه خانم، یه دن دست فروش رفتن کنار خیابون، از نظر شهرداری این سد معبره، سد معبره. و اون کسی که دست فروشی میکنه اون کنار، اون خود من جوون که بودم تابستون شاگرد یه نفر بودم، مغازه داشت، برای اینکه مقابله کنه با دست فروشی ها منو پسر عموم استخدام کرده بود، ما هم بغل اون دست فروشی وسایل اینو میبردیم میذاشتیم میفروخت. اونی که مغازه داره باید اجاره بده، پول آب، برق، گاز، بیمه و مالیات شهرداری، اجازه شهرداری، همه این بدبختی ها رو داره. خب معلومه که این آقایی که کلمن آورده گذاشته کنار خیابون، این اگه میفروشه 20 تومن، اون بیچاره مغازه باید بفروشه 25 تومن. من و شما به عنوان خریدار میریم از کی میخریم؟ از اینی که میده 20 تومن. چیکار کردیم؟ اینی که داره کار غیر قانونی میکنه تشویقش کردیم. یعنی به مغازه داره میگیم آقا تو که کار قانونی کردی ببند، از فردا شما بیا اینجا. خب اگه مغازه ها بستن همه شدن دست فروش کنار خیابون، این مملکت درست میشه؟ خانم آقا، شما اگر شهردار جده، چون ما اگه حرف تهران و شیراز بزنیم که فوری میشیم مأمور جمهوری اسلامی، شما اگه شهردار جده باشی، اگه شهردار واشنگتن باشی، بیای اینجا ببینی کنار خیابون وایستاده کیف قلابی نمیدونم گوچی رو که 2000 دلاره ایشون بهت میفروشه 25 دلار، چی کار میکنی با اینا؟ راه حلش چیه؟ آقای روحانی راه حل ارائه داده، گفته ما 3,300,000 نفر بیکار داریم، اگه بتونیم سالیانه 10 میلیون توریست بیاریم توی ایران، میتونیم 4 میلیون رو به کار بگیریم. یعنی دیگه اصلا لابد موقع باز برمیگردیم از فیلیپین کلفت میاریم، به خانممون میگیم کلفته، ولی به کلفته میگیم نه تو زن جدیدم هستی، اون زن قدیمیه. چه بدبختی های بود دوره این شاه با این پوز افادهی که میدادن با این خانم های فیلیپینی، طرف حقوقش نمیرسید به زندگی، ولی حتما میخواست یه کلفت فیلیپینی داشته باشه. در صورت اینم ماجرای ما و ماجرای فرهنگ ما، ماجرای ایران ما، و چی کار باید کرد. دوستان همه صحبت ها برمیگرده به این که چه باید کرد. میدونید که من بیشتر برنامه ها، چون میدونم شما خبرها رو زودتر از من، اگه تو اروپا باشید زودتر از من شنیدید، تو ایران باشید زودتر از اروپایی ها شنیدید، و دیگه الانی که شما منو از روی اینترنت میبینید، شما همه خبرها، وبسایت هایی که دوست دارید، اون سایت هایی که باور دارید رو صبح چک کردید، کنترل کردید. پس من برم دوباره اون خبرها رو بخونم یه چیز بیخودی. در نتیجه این چیزایی رو که دوستان با من تماس میگیرن، اینا رو میام تو مهمونی، آقا شنیدی این آقای اشکان رضوی نوشته که نوشتاری بسیار پسندیده، ژنرال‌ها و سردارها کجا هستی؟ امنیت ملی فقط سرکوب منتقدان نیست. چقدر من خوشحالم که ما یه همچین آدمایی داریم، آدمای شجاع، اون شاعرمون آقای حالو، دوستان دیگه که میان نامه های تعباز، سرباز، گشوده میفرسن و اینا هم دیکتاتورها تا این نامه رو میخونن عوض میشن. این سردارها و ژنرالها تا این نامه آقای اشکان رضوی به دستشون میرسه اصلا منقلب میشن، از این رو به اون رو میشن. و من قرار بود ساعت 3 با آقای مهدی زاده تماس بگیرم، بذارید ببینم میتونم با ایشون تماس بگیرم. البته منتظر ایشون بودم که به هم بگن کجا هستن، چون بعضی وقتا با 703 باید باشون تماس بگیرم، بعضی وقتا با شماره 202 ببینیم هستن یا نیستن. 202-680-04-56. این ماجرای هستن یا نیستن میدونید، میگن یه نفر زنگ زد، پسر گوشی رو برداشت، گفت بابا شما رو میخوام. بابای گفت که ببین من نیستم. پسرم به اون طرف گفت که بابام میگه من نیستم. اینم حالا ماجرای، ببینیم آقای مهدی تبریزی، مهدی زاده خودمون هستش یا نیستش. مثل این که نیستن. خیلی جالبه این سیستم تلفن‌های کامپیوتری، تا
طرف تلفنش بیزیه قطعش میکنه دیگه، نمیذاره خب بیزی بزن که ما بفهمیم مشغوله. 202-680-0456 اگه نبودن دیگه ما این تلفن رو میذاریم تا ایشون به ما زنگ بزنه. نمیدونم چرا آقای تبریزی به به آقای مهدیزاده تبریزی، سلام به شما، خسته نباشید. دوستان عزیز همونجور که بهتون قول دادم امروز هم با ایشون صحبت میکنین. اولا بهشون خسته نباشید بگیم راجع به چهارشنبه که خیلی زحمت کشیدن. آقا برنامه یک شنبه چیست؟ چه ساعتی از کجا و به چه هدفی شما و دوستان میرید به طرف نیویورک؟ از بوده که برنامه از جاینت مکلین 14-54 کمبریج رود مکلین ویرجینیا، و یکی دیگه هم از دورسا راکفیل مرلن، آدرسش هست 14-48 راکفیل پایک راکفیل مرلن. دورسا مب فروشی هست یا همین دورسا پارکینگ داره اونجا؟ ما توافق پارکینگ اونجا رو گرفتیم که دوستان اونجا پارک کنن. بسیار عالی. چه ساعتی این اتوبوس ها حرکت میکنن به طرف نیویورک؟ ما 6 تشریف میارن، 6 و نیم کنترله، 6 و نیم سوار میشن و حرکت میکنه میشانون. 6 صبح حاضر باشید، 6 و نیم صبح حرکت میکنید، احتمالا 10 بله درست میگن ده و نیم و اینا میرسیم ایشان ده و نیم. این 4 ساعتی که توی راه میرن دوستان میدونن میتونن از کامپیوتر و اینترنت و اینا استفاده کنن، ولی خود دوستان یه برنامه های هنری و جوک و موسیقی و رقص و آواز و اینا اجرا میکنن، درست میگم؟ اونطور که من احساس کردم دفعات گذشته، یعنی شادی و طرب از اون لحظه که سوار میشن تا اون لحظه که پیاده میشنه. به به، بسیار عالی. دوستان میدونید که مشکل رفتن به نیویورک، حالا رانندگی، اون تول روده، اون پولی که باید بابت جاده ها بدین. بعد وقتی هم میرسید اونجا پارکینگ گرون، من مثلا بوستون یادمه 1 ساعت $40، نیویورک فکر کنم 40-50 دلار دیگه شما کمتر نتونی پیدا کنی. بعدم چه دردسری، راحت میشینی سوار این اتوبوس های لوکس، دولوکس، سوپر. بلیتش چنه آقای مهدی زاده؟ از موضوع در مورد اتوبوس ها ما سعیمون این بوده که بالای 2015 بگیریم. حتی یکی از اتوبوس ها را همین 3 هفته پیش از کارخونه ترخیص کردم. تا اون حد من سعیم این بوده، البته همش نتونستم، ولی یه توپش نو گرفتم. دیگه اون چی که میتونیم دیگه انشالله یه روزه بشیم مال خودمون باشه، اون وقت خیال همه راحته. آقای مهدیزاده بلیت رفت و برگشت چنه؟ رفت چنه، برگشت چنه؟ تک تک میفروشید یا باید رفت و برگشت بخرن؟ چجوریه؟ والا اعلان کردیم $26 each way و یک دست اصلی ما اون عدد 26 تنین انداز بشه. بله. اون دلیل نوشتیم $26 each way یا راوند تریپش میشه $52. بسیار عالی. برای خرید بلیط با شما تماس میگیرن یا همون 6 صبح اونجا باشن؟ نه دیگه 6 صبح دیگه خیلی دیره، برای اینکه ما فکر میکنم امروز، یعنی چیز بکنن، ما تقریبا نزدیک 4 اتوبوس هستیم. بله. یعنی 10-15 نفر مونده به اتوبوس 4. اوکی. ولی اگر تقاضا زیاد باشه مجبوریم یه اتوبوس دیگه هم بگیریم. این کار درسته، معمولا به تعداد مسافرها اتوبوس میگیرید و بهتره که دوستان از قبل زنگ بزنن که کار شما هم راحت تر باشه. همین اون مثلا میده. با همین شماره تلفن 202 تماس بگیرن یا اون 703-594 کدومش؟ من یه شماره دیگه میدم. بدید. 703 اوکی 963 اوکی 6888 شد 703-963-68-88
بله این از من اکتیو تره، یعنی من تلفنم اکثرم بیزیه، بله اون تلفن تقریبا آسون تره، برای که تلفن چند تا بیزینس راه میاندازه، بله اون یه تنه. بله بله، خب بسیار ممنون از شما، امیدوارم سفر خوبی داشته باشید و وقتی هم برگشتید برای ما عکس ها و ویدیو ها رو ارسال کنید تا ما در برنامه روز دوشنبه نشون بدیم. با دیده منت سپاس فراوان از شما و از بینندگان و شنوندگان شما، امیدوارم که این سال برای همه سال پربار و پربرکت تو هم با سلامتی و شادمانی، امیدوارم. مرسی، آخر هفته خوبی داشته باشید. مرسی، خدا حافظ. دوستان عزیز، با آقای مهدی تبریزی مهدیزاده بودیم. اگر مایل هستید از این منطقه ویرجینیا از دو جا، یکی مکلین یکی هم مریلند، اینجاها ایرانی ها زیاد هستن، ما تصادفاً اونجا نیستیم چون پول به اندازه اونا نداره، این مکلینی ها خیلی پول داره، در صورت جاینت مکلین و دورسا هم که اون فروشگاهی هست که معروف هست. و اگر باز هم سوالی داشتید با شماره 703-963-6888 تماس بگیرید. امیدوارم اگر رفتید سفر خوبی داشته باشید. من میرفتم این برنامه پرژن پرید میرفتم، ویدیو میگرفتم حتی برای دوستان و هنرمندی که میبدن اینجا و خیلی خوش میگذره، ولی این ویکند کار دارم. شما دوستان میرید شرق آمریکا، از ما هم شرقتر و بالاتر، ما میریم غرب آمریکا، میریم به طرف شنندوها و یه پارک نشنال پارکی هست اونجا. در صورت امیدوارم هر جا هستید در ایام ویکند خوب و خوش باشید. برگردیم به این ماجرای نوشتار بسیار پسندیده از آقای اشکان رضوی که این بار نصیحت میکنه ایشون به جنرال ها و سرداران که کجا هستید؟ آیا فقط باید در عرصه سیاسی و مانورهای نظامی درون مرز و رویدادهای داخلی ارزندام کنید؟ من همینجا که خوندم نوشتم دوستی که هنوز نمیدونه. آقا ارتش دوره شاه ارتش شاهنشاهی بود، ارتش ملی ما نداشت، ارتش شاهنشاهی بود و دیدیم چه ارتش بدی هم بود، از شاهنشاه خودش هم حفاظت نکرد. چرا؟ چون شاهنشاه بد بود، شاهی که ول کنه بره بعد به اون یکی بگه از فردوس، یعنی اصلا من نمیفهمم واقعا اینا دیوانه بودن. حالا دیوانه تر از اون شیخا هستن. این ارتش ما اگه چیزی مونده باشه باقی مونده چیه؟ باقی مونده ارتش شاهنشاهیه. اینا برای که مخالفشون نشن اومدن نگهشون داشتن، ولی بعد از 38 سال که دیگه نیست چیزی. این ارتش ارتش شیخه، سپاه سپاه شیخه. شما چه آدمی هستید؟ تو مغز شما آقای اشکان رضوی چی میگذره که انتظار دارید ارتش شیخ سپاه شیخ بیاد طرفدار مردم باشه؟ و اون مردم بیچاره‌ای که فکر میکنن شما میفهمید چه مردمی هستن. من زیر اون ویدیویی که نوشته بود در شهر نمیدونم ورزونک، ورزونک اصفهان، یه نفر رفته با موتورسیکلت یه آگهی زده برای ارتش آزادی بخش، نوشتم خاک بر سر ملتی که ارتش آزادی بخش شما مجاهدین باشید که الان تو آپارتمان آلبانی دارین زندگی میکنید. مصاحبه منو با این آقای علی جهانی برید ببینید، یکی دو ساعت دیگه روی یوتیوب و اینها میاد، توی تلویزیون مردم هم تا جمعه هفته آینده هر روز پخش میشه، بعضی وقتا هم روزی دو بار سه بار پخش میشه. آخه بابا هر چیزی رو من مثلا اگه رفتم اسم خودم رو گذاشتم ثروتترین مرد دنیا، آیا تا رفتم از اینجا بیرون میشم ثروتترین مرد دنیا؟ اسمای علکی نگذارید، همین ماجرای استاد هی به هم نگید. استاد یعنی چی؟ سپاه، سردار، جنرال، خلاص. دیگه من فکر نمی کنم باقی مونده ارتش شاهنشاهی چیزی باشه، چون 30 سال اینا خدمت میکنن بازنشسته میشن، 25 سالگی بازخرید میشدن، درسته؟ پس 38 سال گذشته این ارتش کاملا ارتش جمهوری اسلامی و با اون آموزشایی که دادن، شستشوی مغزی کردن، آگهی استخدامی که میدن، اون استخدامی که میکنن، اون پرسشایی که میکنن، میکشور میکنن، مطمئن میشن که این آدمه آدمیه که برای ما کار میکنه نه برای ملت. حالا شما نشستی کجا هستی؟
بذار ببینیم این آقای اشکان رضوی رو فیسبوک هم یه صفحه داره، ببینیم کیه. خب به آقای اشکان رضوی، این بود دفاع از شهروندان ایران. شما ببینید اصلا این آقا فکر میکنه که جمهوری اسلامی گوش شنوا داره و نشستن منتظر این چشمشون. اون وقتا به شوخی میگفتیم پشت چشم بازه تا تو بیای، پشت چشم بازه تا تو بیای، یعنی چشم بستن دیگه. این آقای اشکان رضوی، اولا این عکسه من نمیدونم مال حالان، اگر عکسه مال حالان سیاه و سفیده، عکس هنریه. اگرم مثل دوستان دیگه عکسای قدیم، نه عکسای جدیدش هم اینجا هست بنده خدا، اینم عکسای جدیدش، خب معلومه که مسنتر از اون عکس اونجا هستن. خب بفهم زانوی غم در بغل، فقط نامه بنویس برای آخوندا، برای سرداران سپاه، امیدواریم یه روزی اونا به شما جواب بدن. آقای اشکان رضوی شما بیا برای ما صحبت کن، شما بیا برای بینندگان ما صحبت کن، ما ببینیم تو مغز شما چی هست که فکر میکنیم با نامه نوشتن درست میشه. بفهم. بسیار عالی، چقدر خوب شد که اینا ایران آزاد کردن، همین پرچمی که میذارن تمام شد، مشکلات ما حل تموم شد و بریم به کار زندگیمون برسیم. بعض شبا وقتی ما مهمونی میریم و اینها، موقعی که میخوایم خداحافظی کنیم میگن حالا سر شبه، حالا مثلا ساعت 1 صبح ها میگن سر شبه، میگن والا سر شب که نیست ولی تو هوایی ممکن سر شب باشه، ولی خب دیگه مشکلات دنیا رو حل کردیم، دیگه چیز دیگه ایم نمونده، مشکل جای دیگه هم مونده تا حل کنیم میشینیم، ولی اگه حل شده بریم. حالا مشکل ما رو این آقای چیز حل کرد، خیلی ممنونه. تهدید به ترور در وسط پارلمان اروپا توسط یک نوچه رجوی، برین اینم بخونید، اینو تو بالاترین دوستانمون گذاشتن. و با سلام، هم ویدیو هم آدیو دریافت شد، خسته نباشید، آخر هفته خوشی برای شما آرزومندم، ما هم برای شما ها. و یه چند تا ایمیل دیگر رو بخونیم تا این برنامه یا این پوشه ما پاک بشه، کم بشه وزنش، بریم دنبال کار و زندگی. و دیدید که امروز تمام مسائل دنیا رو حل کردیم، انتخابات خیالتون راحت، جبهه ملی گفت رأی ندین، مسئله جنرال ها و سپاه پاسداران و آقای اشکان رضوی حل کرد. اگه مسئله دیگه ای دارید بفرمایید. دوستان مثل خانم یحیی‌زاده و اینایی که معمولا سنشون هم از 80 که هم دیگر رو میبینن میگه آقا تو خیلی جوونی، یعنی اون یکی دیگه مثلا حالا 100 سال داره با نمیدونم چه قرصایی یا با چی هم زنده میمونه، امیدواریم طول عمر داشته باشه. آها، از همه مهمتر اونا رو بریز دور. اون شب که من رفتم این برنامه چهارشنبه، یادتونه گفتم که آقای مهدی‌زاده گفته که اینجا دوستان چه جای قشنگ و خوبی و سرویس خوبی میتونید داشته باشید از لحاظ مهموناتون و اینها، و گویا ارزونم هست. حالا دوستان افغانی، مرکز هنری و فرهنگی پیوند با افتخار برگزار میکنند بزرگداشت روز مادر شنبه 13 ماه می، هپی مادرز دی، سادردی می 13 2017، جشنی شاد و به یاد ماندنی برای بزرگداشت مادران عزیز ما، با هنرنمایی خواننده محبوب سهیلا همراه با موزیسین ناماشنا سیامک و موزیک دیجی، همراه با پذیرایی و صرف شام نوشتن کیترینگ از رستوران البرز. قیمت بلیت $35 از ساعت 7:30 از شب هرچی که بگید تا نیمه شب. فروش بلیت در فروشگاه های یاز، اصل، ساسان و زمزم. به دلیل محدود بودن جا فقط لطفاً بلیت خود را زودتر خریداری فرمایید. بذارید من شماره تلفنشون اینها را بهتون نشون بدم، یک لحظه دیگه بریم اون پایینش رو نشون بدیم به شما. اینجوری بله، حالا ناگفته نماند، من اون روز تا این آقای فواد این رو داد به من ازش عکس گرفتم که همون پولی 10 سنتی 1 دلاری هم که برای این
کاغذ دادن از جیبشون نره، بهش دادم، گفتم من عزیزم اینو دارم، توی برنامه هم برات آگهی میکنم. همون موقع با آقای مهدی زاده گفتم نگاه که آقا اینا که برنامه گذاشتن، از اون بالا اولا میگه کی این برنامه رو میذاره، مرکز فرهنگ هنری و فرهنگی پیوند با افتخار برگزار میکنه، بعد میای پایین تر بهت میگه چه خبره، روز مادر رو جشن میگیریم، بهت میگه کیا هستن. دیدید و شاهد بودید من روز چهارشنبه وقتی با آقای مهدی زاده صحبت کردم گفتم هنرمندا کی میان، گفت دوستان داوطلب میان، آقای کشاورزی ها میاد، آقای نامی میاد، حرفی از آقای کاووسی نبود، حتی من سوال کردم حامد میاد، ایشون گفت که حالا معلوم نیست. رفتیم اونجا، حامد بود، آقای کاووسی بود و آقای کشاورزی ها و آقای نامی توی ترافیک مریلند به اینجا مونده بودن، دیگه دیر شد، دور زدن برگشتن رفتن خونه. به نظر من این برنامه ها رو اینجوری ردیف آقای مهدی زاده. بعدم بنویسید زیرش قشنگ نوشتن خواهشمندیم برای اطلاعات بیشتر با خانم افسانه تلفن 571-359-1374 تماس حاصل فرمایید. آدرسش هم دوستان 8991 بروک رود مکلین ویرجینیا، جای بسیار سرراست و بسیار خوبیه، با پارکینگ به اندازه کافی، و اگه اشتباه نکنم اون شب پرسیدم توی اون سالن 200 نفر جا میگیره. باز برگردیم به قانون، اینجا وقتی یه سالونی داری مهم نیست سالن چرچ باشه یا سالن آتش نشانی باشه، خیلی ها تو سالن آتش نشانی جشن میگیره، خود پلیس و آتش نشانی میان میگن بر اساس تعداد درهایی که داره، بر اساس متر مربعی که داره، اینجا 200 نفر میتونن باشن که اگر خدایی نکرده اتفاقی افتاد بتونن برن بیان. از اون گذشته سرویس دستشویی، توالت، اینها به اندازه اینها باشن. حالا بگذاریم که تو این 30 سالی که من در آمریکا بودم داشتیم، گفتم یه خانمی بود همسر یکی از این هنرپیشه‌ای بود که الان دیگه فوت شد، اونو طلاق داده بود، اومده بود شده بود همسر یه دکتری، حالا دیگه به این خانم میگفتن خانم دکتر. اینا من نمیدونم روزی که همسر اون هنرپیشه بودی بهت میگفتن خانم هنرپیشه، حالا که شدی همسر دکتر شدی خانم دکتر. اون بدبخت این همه سال رفته دانشگاه تو یه شبه شدی دکتر. بمان میرفت یه هتلی رو میگرفت، هتله بهش گفته بود این سالن ما 300 نفر جا داره، این خانم میرفت 3000 تا بلیت چاپ میکرد میفروخت، دعوا میشد، بدبخت اون یکی میمد میگو این بلیت بعدم میگو بلیت تقلبی چاپ کردن. کی راست میگفت کی دروغ میگفت باعث شد فقط این که ما نریم، هر وقت میفهمیدیم که این خانم پروموتره نمیرفتیم. اینه که امروز اگر آقای آرمان شهبازی برنامه میذاره توی این برنامه، برای برنامه آیندهش، توی برنامه شهاب برای برنامه آیندهش نوشته بود 100 تا، دو روز بعدش میگه تقریبا sold out، یعنی مردم اطمینان میکنه. این اطمینان و اعتباره، یه کسی اگر از بین برد بعد به خودش ضرر زده و حقیقتا به جامعه. در صورت امیدوارم که این مرکز هنری و فرهنگی پیوند این برنامه رو برگزار کنه و شما هم برید اونجا. خانم سهیلا از کالیفرنیا 2-3 سال پیش آمدن اینجا، من تو چند تا برنامه به اصطلاح صدای ایشون رو شنیدم، اجرای برنامه هاشون رو دیدم، خیلی برنامه ها شاد خوب و صدا هم ماشاءالله. اینم از این ماجرا. دوستان عزیز ساعت 3:24 است و خب با آقای مهدی زاده صحبت کردم، نیویورک، آگهی 13 می رو نشون دادم، بازم 13 می رو برای این دوستان آگهی میکنم. حالا بعد شاید تماس گرفتم اصلا، چون بعضی از اینا لطف میکنن مثلا آگهیشونی که چیز میکنیم میگن شما مهمون ما باشید، من 13 می اینجا نیستم، 13 می میرم پنسیلوانیا. گفتم که از بهار که شروع میشه این مراسم گریجویشن، یعنی فارغ التحصیل شدن. این کلمه فارغ التحصیلی هم ای کاش آقای آریانپور که گفته بود این کلمه غلطیه اینو برداریم یه چیز دیگه براش پیدا کنیم. چی بگیم آقای آریانپور؟ گریجویشن از مدرسه، از دبیرستان، از نمیدونم دانشگاه، وقتی که درس اون قسمت تموم میشه بگیم چی؟
اینا که شروع میشه بعد چون فصل خوبی هست، عروسی ها و جشن ها و اینها که شروع میشه، من نسبتاً چرز کنم ویکند ها آخر هفته معمولاً 2 تا 3 تا برنامه اینجوری داریم، اینجا عروسیه، اونجا جشن تولده، اونجا نمیدونم گریجویشن پارتیه و میریم. ما مثل آقای اوباما نیستیم 400,000 دلار به همون بدن که بیان 1 ساعت یا نیم ساعت توی برنامه صحبت کنیم. همین آقای اوباما که میگه پدر بانکدارا رو در میارم و فلان و بیسار، اینا 400,000 دلار از همین بانکدارا گرفته که بیاد براشون صحبت کنه. در اصل بالاخره این کار ویدیو یه پولی به ما میده که خرج زندگیمون بگذره، اضافیش هم بیان بریزیم تو این مردم تیوی. شماها که حمایت نمیکنید، من تعجب میکنم این همه دوست ما داریم، هر چی ما میگیم حمایت، از اون طرف خبری نیست. ولی ممنونم از دوستایی که خودشون این کار رو انجام میدن. حالا جالب اینه که یوتیوب مثلا امروز برای من آمده نوشته که سال 2012 یعنی 5 سال پیش یه چیزی شما نشون دادید اون کپی رایتش مال فلانی بوده. این ماجرای کپی رایت ایرانی هم خیلی جالبه. مثلا خانم دلکش بنده خدا، من فکر نمی کنم نه خودش نه اون شرکتایی که برای ایشون آهنگ می ساختن نه رادیو تلویزیون ایران هیچ کپی رایتی هیچ جا به ثبت رسونده باشن. یه آدم زبلی که باز من و شما زودتر وارد شده به این کامپیوتر، اینا رو برده گذاشته و حالا یوتیوب فکر میکنه چون اون اول گذاشته این کپی رایت داره. انقدرم آدم درستی نبوده که بگه بابا این همه میتونن استفاده کنن، یا بلد نبوده زده هیچ کس نمیتونه استفاده کنه. چون گفته هیچ کس نمیتونه استفاده کنه، هر وقت یه کسی استفاده میکنه یوتیوب یقشو میگیره. البته راه داره قانونا، همونجوری که بهائی‌ها شکایت کرده بودن از آقای ارشاد و من رفتم براشون نوشتم که نه آقا، وقتی یه کسی یه چیزی میگه طبق قانون خود کپی رایت آمریکا و فیر یوزج ما میتونیم بیایم حرف اونا رو نشون بدیم که مدرک باشه، سند باشه، بر اساس مدرک و سند اونا این میگیم. و تنها کاری که باید بکنیم باید بگیم یا روش بنویسیم که مثلا اینو از تلویزیون مثلا آوای فلان گرفتیم، از تلویزیون رادیوی فلان گرفتیم، یعنی یک کردیت بهش بدیم ولی استفاده کنیم. ولی همین که حالا ما به اون بنویسیم، مثلا من الان اینجا باید بنویسم که این اینجوریه، برای من دیگه 5 سال پیش اصلا دیگه بازدید کننده ای نداره، ولی اینا رو می‌نویسیم که تعداد غلطای املایی که گرفتیم زیاد نشه، به عنوان شاگرد بد یوتیوب باشیم. اینم یکی دیگه از کارهای ما. من فکر کردم حسین از ما قهر کرده، ولی دیدم که روی ویدیوی اون روز ورداشته بوده و چی نوشته و من از این بابت ممنونم. و اگه یه وقت من خدای نکرده عصبانی میشم یه چیزی میگم، دوست عزیز، ما که به غریبه ها که نمیریم چیزی بگیم، یا دوستمونن یا فامیلمونن، درسته؟ یا دوست یا فامیل. شما فامیل نیستی، دوست هستی. اگه دوست نبودی که من به نق نمیزدم که. وقتی نق میزنیم شما نق ما رو به جای محبت قبول کن. بله، طریقت العمل این خانم بهیه جیلانی دستور العمل ساختن این ویدیو رو گذاشتن اینجا، البته به عربی هست. حالا نمیدونم دوستان ببینید، بذارید ببینید. اصلا خیلی ممنون خانم جیلانی عزیز که هم با ما هستید. این برای من افتخاریه که بینندهی مثل شما داشته باشم، هم این که ریسپاند میکنید. اگه ما یه سوالی میپرسیم شما لطف میکنید همون موقع یا بعدن پاسخ میدید تا ما بتونیم به دوستان نشون بدیم. اینجا ایشون این دستور ساختن این خوراک مراکشی، یعنی این خوراک عرباست یا خوراک آفریقاییاست یا خوراک فرانسویه، فرانسوی که فکر نمی کنم باشه، فکر کنم همون مراکش. اجازه بدید من رو این کلیک کنم. بله، ببینیم صداش چی میگه. صدا هم نداره یا ما نداریم اینجا. مرحبا، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. يسر قناه برده اليوم تقدم لكم واحد الاكله اللي هي عزيزه على المغاربه جميعا. نعم، عربيه من غير مغاربه عربيه. حالا ما یه دوستی داریم خانم مینا و ایشون قبلا هم خوراکای ویجیتریان یا ویگن
ویگن از ویژیتریان دیگه خیلی بالاتره از لحاظ اونا، دیگه مثلا فکر کنم تخمر و شیر و این چیزا هم نمیخورن، میگن بابا این شیر مال بچه گاوه، این تخمر رو نمیدونم جوجهشه شما داری میخوری، فکر کنم اینجوری باشه نمیدونم. ایشون اگر لطف کنه یا دوستانی که این خوراک رو درست میکنن یه ویدیو خیلی خودمونی کامپیوترتون یه جایی بذارید که چیز باشه ولی نشون بده قشنگ، بیان یه خوراکی رو از A to Z ولی قبلش یه آماده یه برنامه ریزی کرده باشید که حالا ول نکنید برم حالا زردچوبه بیارم بعدم برید اونجا یه چیزی تلق بخوره زمین بشکنه، قشنگ مثل اینا زردچوبه رو میارید میذارید، نبات شکر رو میذارید، نمک رو میذارید. راستی چرا این آمریکایی‌ها تو همه خوراکاشون شکر میریزن؟ میدونم تو قنادیا مثلا شکر که میریزن، شیرینی که میریزن، یکم هم نمک میزنن، ولی این مسئله شکر در تمام خوراکای آمریکایی رو من نفهمیدم دلیلش چیه. اینم از این ماجرا. اگر کسی میخواد برنامه‌های پزشکی بذاره، برنامه‌های در رابطه با قانون، در رابطه با مشکلات خانوادگی، این آقای دکتر ایران بومی 5 می داره میره هامبورگ و جلسه میذاره. اون روز بهش گفتم بابا این ویدیو رو بذاریم پخش کنیم، گفت نه این خوب نشد برات دوباره میفرستم. میگم بابا بذار اینو پخش کنیم تا یه بهتری براش درست کنیم. اینا اگه بیان تو تلویزیون با شما صحبت کنن مثل آقای دکتر هولاکویی توی آمریکا بهش میگن اینفومرشال، یعنی هم اینفورمیشن اطلاعات میده هم تبلیغ میکنه برای کار خودش، هیچ اشکالی هم نداره. مثل من میام مثلا به شما میگم دوستان اگر کامپیوترتون اینجوری شده اینجوری کنید، حالا اگه درست نشود من براتون درست میکنم مثلا $30 هم میگیرم. این کجاش اشکال داره؟ شما وارد شدی، نشستی، یاد گرفتی، درستش کردی، درست کردی. یا یه مکانیکی مثل آقای مهدی برومند یا آقای سعید کاووسی میاد میگه که اینجوریه اینجوریه، حالا شما اگه نتونستی زنگ بزن من برای با تلفن میگم مثلا $20 بده یا بیار اونجا درست میکنم $100 بده. شما نگاه میکنی اگر خواستی، اگه مورد پسندت بود میری اونجا. هی نگیم نه آقا ما اصلا تصمیم گرفتم با ایرانیا کار نکنم. خب کار نکن که کار نکن، مگه ایرانیا میمیرن حالا که تو باش کار نکردی؟ درسته. اینم از این آقای مهدی برومندم برای من یه برنامه یک ویدیو فرستاده بود که درست تو برنامه کانون آوا بود، بهش گفتم بعد از ساعت 4 بهت خبر میدم. نمیدونم ایشون یه کمی چیزایی که میگن آفه، یه اطلاعات غلطی رو گرفته چون تکرار کرده فکر میکنه درسته. مثلا بهتون گفتم اون جوانی که اون روز عکسش نشون دادم، عکس خالکوبی گذاشته و فوش میده به اون دوستمون ببو که اگر رضا شاه نبود تا الان شپش زده بودی، بعد اگر رضا شاه نبود تو دانه، میگم آقا دانشگاه قبل از رضا شاه بوده، برو یکم سواد تو درست کن. اگرم شما میگید دانشگاه تهران رو اونم رضا شاه، برید داستانش رو بخونید کی بوده چی جوری بوده، نمیدونم فلانی رفته بهش گفته، و الا دانشگاه بوزرجمهر چیه یا دانشگاه تو اهواز بوده کجا بوده، از کشورهای دیگه اصلا میمدن ایران درس میخوندن. ولی چیکار کنیم یه جوانی افتاده گوشه دنیا نشسته مثلا یه تلویزیون دیده، تلویزیون آریا، ایران آریایی. اتفاقا یه دوستی گفته بود این تلویزیون ایران مافیاییه و خیلی هم اسم بهش میخوره، چون این آقای مهدی وطنخواه که اسمش حالا گفته آریان وطنخواه با اون آقای سعید سکویی دوتاشون با آدمای مافیایی میخورن و اون موقع این ایتالیایی بودن چیچو و فرانکو، چون سعید سکویی کوتاه و این مهدی وطنخواه دراز و ییلق میگفتن تو شیراز. در هر صورت بیاین دوستان صحبت کنید، مهمون ما باشید، برنامه خودتون رو داشته باشید و تحمل شنیدن حرفای دیگران رو داشته باشید. بذارید من یک گله‌ای کنم، شکایتی کنم از این دانشگاه برکلی سان فرانسیسکو یا آمریکا. مثلا اینا الان برگشتن مثل سال 60 که هیپیا و اینها نمیذاشتن دیگران صحبت کنن، میان جلو خانم انکالتر. من انکالتر رو تو 10 تا چیز دیدم و این اسم ان واقعا خوب اسمیه، چون از دور که میاد بو گند سیگارش همه جا رو پر میکنه و باهاش 1000% مخالفه. ولی پس این شعاری که من حاضرم جانم رو بدم ولی تو که مخالف منی حرف بزنی، این دانشجو اگه اینو بلد نباشه تازه لازمم نیست جانتو بدی. یه سالونیه
اونی که دوست داره میره میشنوه، تو که دوست نداری میری، دوست داشتی گوش میکنی، دوست داشتی تغییر میکنی، دوست نداشتی بلند شو برو بیرون. دیگه این ادا و ادفارا بیرون وایسادن راه رو بستن شیش چکندن و اینا چیه؟ الان بزنید ببینید پلیس برکلی میگه ما نمیتونیم، و خانم آن کارتر قشنگ میگو شما اگه نمیتونید برید لباستون رو در بیارید برید خونه، شما دارین از مردم پول میگیرید که من بتونم. اینجا بهش میگن First Amendment، یعنی اون اولین متمم قانون اساسی اینها آزادی بیانه که داشته باشه بتونه حرف بزنه. در صورت کنسل کردن یه برنامه دیگه بود مال یه آقایی، کنسل کردن. البته اون آقایه و اینا انقدر احمقن، جوونن، نمیفهمن، ببخشید نادانه، نباید بگیم احمق، چون نادانی همه ما نادان هستیم بعد دانا میشه، ولی احمق همینجوری احمقتر میشه. جوونه، دانشجو، نمیفهمه، یه نفر تحریک میکنه میره و اینا متوجه نمیشن. اگه تو نیذاشتی این آقا بیاد صحبت کنه، کسی نمیفهمید منظورش چیه، بعدن خودش با حرفای خودشو خراب کرد و اصلا همه کردنش بیرون. الانم از لحاظ مانی چنان ضرر بزرگی کرده که نگو و نپرس، اسمش هم یادم نیست، ولی آقایی بود که این بر وقت صحبت کرده بود، توی حرفاش یه جایی اشاره کرده بود که نمیدونم سکس داشتن با افراد زیر سن اشکالی نداره، اینو اونای دیگه چیز کردن. ببین مدرک داره، حرف زد، چون حرف زد نوار هست، ویدیو هست، همونو برالای خودش اثبات کن. انکالتر شما نگذاری بیاد حرف بزنه، تازه چی میخواست بگه؟ این کسی که کتاب نوشته به نام آمریکای ترامپ، الان تو 100 روز برگشته میگه ترامپ هیچ کاری نکرده و من میخواستم تو اون جلسه اینو بگم، شما نگذاشت. امیدوارم ایرانی تو برکلی نباشه که اینقدر نادان باشه و از نادانی هم بالاتر اینقدر احمق باشه که بره جلو صحبت کردن یکی دیگر بگیره. آقا این سالن اجاره کرده، این دعوتش کردن اومده، شما برو سالن اجاره کن، برو بگو که میخوام صحبت کنم، نوبت بگیر برو صحبت. دوستان عزیز ببینم براتون چیز دیگه ای دارم یا بس دیگه. این نصیحت پتیک رو گوش کنم، گفت آقا یکم استراحت کن، گفتم چشم. ببینیم که آها این دوستمون نوشته که همین مینا خانم نوشته که از اینکه گاهی حمایت از حیوانات را تأکید میکنید و تایید میکنید بسیار ممنونم از جانب خودم. مرسی. خدا رو شکر در حال حاضر خیلی از انسانهای نیکوکار در ایران به فکر این حیوانات بی سرپرست و خیابانی هستند. منم از شما ممنون، متشکرم. یه ایمیل دیگه ای بود، ایشون نوشته بود که اگر من با فرستادن این جوک ها شما رو ناراحت میکنم نفرستم. گفتم نه، کجا ناراحت میشم، تازه اون روز خوندم خیلی هم خوشحال شدم. مثلا شما راجع به آرایشگری گفته بودید، بعد ما یاد آرایشگاه افتادیم، رفتیم موهامونو زدیم، و جوکای دیگه‌ای که میگید قشنگه. اگه یکیش هم احیانا برای تلویزیون خوب نیست یا من دوست ندارم، خب خیلی چیزا هست تو زندگی که ما دوست نداریم، تنها کاری که میتونیم اینا نبینیم و نشنویم و فلان اینه که خودمون رو بکشیم. نه اینا هستن، موجوده، داره میگه، شما گوش کن. برو فقط برای اینکه شما بفهمید آقای دونالد ترامپ چقدر با زنا بد رفتار میکنه و اون دخترش که بلند میشه میره آمریکا دروغ میگه که این حامی زنها هست و اینها، و بی خود نیست که ببخشید آلمان رفته بود، آلمان بی خود نیست که توی اون جلسه هوش میکنن، هیش هیش میکنن، یعنی حرف نزن و اینها. ببینید دوستان، این آقای کندی و همسرش جلو میاد، اون پشت سرش میاد. این آقای ریگان و همسرش دو تا پله جلو میاد، خودش پشت سرش. این آقای کلینتون و همسرش یه پله از این جلوتر داره میاد. این آقای جورج بوش گاو باز، ببین باز همسرش یه پله جلوتر. این آقای اوباما و همسرش، دوتاشون اصلا مثل نظامی ها، دوتا پاشون توی پله. این کلمه همسر یعنی همین، همسر منه، هم اندازه منه. حالا این احمق ترامپ هم نگاه کنه، این گاو سرش انداخته زیر اومده پایین، خانمش با این دامن و باد و مو و اینها وایساده اون بالا. حالا تعجب من از اینه که بعضی از خانم ها طرف داره اینه، و یه آقای هست گاورنر اوهایو بوده به نام هیزی چی بهش میگن اسمش، این کسی بود که با وجودی که ریپابلیک بود گفت من
به خاطر صحبتایی که ترامپ کرده تو روی دخترم و همسرم خجالت میکشم که برم بگم این رئیس جمهور ماست. نه حمایتش کرد، نه توی مهمونیاش شرکت کرد و حالا میگه من هی به این نصیحت کردم، حالا تو هرچی بودی بودی، حالا شدی پدر آمریکا، پدر آمریکا باش. گفت فهمیدم که این آدم آدم بشو نیست، حالا داره کاری میکنه که اگه بشه این رو به اصطلاح زودتر نجاتش بده، به دوره دوم نرسه و الی آخر. و اما ببینم یه خبرم اینجا گذاشتم، اون سحر نوروزاده طراح سیاست خارجی آمریکا در خصوص ایران از سمتش کنار گذاشته شد. اینم یه خانم ایرانی بوده که در وایت هاوس کار میکرد، در دوره یعنی در ادمینستری در حکومت اوباما بود. اینجا دوستان خیلی خوشحال نشید اگه یه ایرانی توی چیز هست. در هر صورت ممنون و متشکرم از شما که با ما بودید و امیدوارم که تلویزیون مردم رو به دیگران هم معرفی کنید. ضمناً اگر شما هم میخواین برنامه داشته باشید، مثل همیشه گفتم یک تماس از شما بقیه کارها از ما. اگه خودتون هم میخواین ویدیو درست کنید روی یوتیوب دارید و اینها، چه اشکالی داره تلویزیون مردم رو هم امتحان کنید. مثل آقای چمنارا روی یوتیوب ویدیوشو میذاره، از تلویزیون مردم هم پخش میکنه، روی فیسبوک هم میذاره، ما هم بهش یه تخفیفی میدیم، روی بالاترین هم براش میذاریم. خودتون هم اگه روی بالاترین هستید برید هر جایی که میتونید صداتون رو برسونید، صداتون رو پخش کنید. باز هم ممنون و متشکرم. روز روزگار بر شما خوب و خوش. آخر هفته است، مواظب باشید، مواظب دیگران باشید. اگه مشروب میخورید کم بخورید، راننده داشته باشید. اگه مشروب نمیخورید مواظب اونایی باشید که مشروب خوردن و حواستون بیشتر جمع باشه. خدا نگهدار، به امید دیدارتون دوشنبه میشه اول ماه می، فکر کنم همون روز کارگره. میبینیم تو. خدا نگهدار.